بخیر بیننده های خوب برنامه صبح و زندگی شبکه جهانی آریانا، خدا کنه که جور و صحت باشین و در کانون گرم و خانواده هایتان لباس عافیت بر تن داشته باشین. روزهای زمستان، روزهای خزان را به خوبی و خوشی سپری کنین که مریضی ها هم میفهمیده این روزها خیلی زیاد است. نمونه شام مرک وضع ما را خراب ساخته، جاندردی و زکام و غیره و غیره. لباس های گرم بر کودک هایتان خوصند بپوشانند، بزرگا خود انشاءالله خودشان میفهمند که لباس های خوب و منظم به خاطر سردی هوا بپوشند. آرزوی ما صحتمندی و سلامتی شماست، تا صحتمند باشین و بیننده برنامه صبح و زندگی باشین. همین لحظه ما به یکی از بخش های سیلو آمدیم، سرک اول سیلو یا کوچه سنگ فروشی مسما از این منطقه آمدیم. یکی از برادرای ما کار میکنه که در گل صبح برای مردم غذای زود آماده شده آماده میکنه. کسایی که کارگر است، کسایی که به اصطلاح جوالی است، کراچیان است، دست فروش است، پیش از اینا میان و چای صبح یا قطقی که برای صبح آماده میشه به اصطلاح وطنی خود ما آماده میکنه و مردم هم نوش جان میکنه و همی از زندگی روزمره از این کارای روزمره از این. سلام صبحتان بخیر. سلام صبح شما بخیر برادر. نامتان چی است؟ نام محمد حسین. محمد حسین جان، چند سال از بدر کراچی تینجا است؟ امسال بدر گل حدودن 6 سال میشم اینجا. 6 سال میشه. چی چیزا آماده میکنی برای هموطنان موقع میان؟ لوبیا بدر گل مثلا نخود یک ذره شوروا مرغ. از طرف صبح چی، از طرف چاش چی؟ از صبح بدر چای نان و تخم مرغ داریم. چاش هم یک ذره شوروا است، یک ذره لوبیا است. با چقدر اقتصادی است برای مردم؟ والله دیگه تقریبا برای خود ما مثلا دم خوراک چهار با پنج با بونا بس ما خدا رو شکر میکشیم. شام میری طرف خانه برای اولادایت خوش هستی؟ با امید خدا. امروز این موضوع برنامه ما خود باوری است. خب که یک گپ یک اندازه فلسفی است، اما ساده میپرسم از خودت، خودت چقدر به خود باور داری که تا چه زمان میتونی این کار رو برات انجام بدی و برای خانوادهت نفقه آماده کنی؟ والا کوشش خدا بدر گل خود ما میکنیم، والا به خاطر از اینکه ما امید ما دمیز است که بدر یک لقمه نان حلال برای اولاد خود ببریم. دیگه کوشش دیگه خود باوری در افغانستان مثلا فکر که کی هیچ وقت ما شما نمیتونیم تضمین خود کنیم. چون به خاطر اعتبار نیستیم. اگر نه آدم میتونه در جای در کشورهای دیگه باشه بود، اما با سرعت بگوی که با این باوری. منتها اینجا با او باور گفته نمیتونه آدم. باور را کس سر خود داره، نظر به شرایط نمیتونی بگی که من اینو تو یک کار را انجام دادم. میتونی خیر ببینی، خیر اینه قدر سر خود باور دارم، اینه قدر سر خود اعتماد دارم. دیگه بهتر قبول یک تعداد بازم مگرم فرق است. مثلا یک تعداد کسای ما را میبینین که معتاد شدن، باز وقت پرسان میکنی والا بیکاری است. اونا سر خود اعتماد ندارن. اگر نه بچه های خورد یا مایبای ما شما رو دیدین که میرن در یک جای به خاطر پنج روپیه معتر صدا میکنن، اونا سر خود اعتماد دارن، سر خود باور دارن که مثلا اگر ما 10 موتر صدا میکنم 10.50 افغانی میشه، 20 موتر صدا میکنم چقدر میشه، همه قدر که کار میکنم بالاخره نفقه فامیل خود آماده میکنم. اونا هم اعتماد سر خود ندارن. والله تو کاری که اونا بسیار توقعش بالاتر از دیگه باسک. بله. من تو هر چیزی رو مثلا کم بگیری، کم میاد دست زیاد بگیری مثلا ده او زیادی نمیرسی. وقتی در زیادی نرسیدی مجبور استی در حساب تاثیر مکنه یک جایی در یک فعل یک حساب پیش میشین. اگر تو بخوای کار کنیم کمش شکر بکش زیادش خدا میرسانه. اگر تو رو شکر نکشی طبعا دیگه چیزی نمیرسی. هر حالتش از خدا من شکر گذار باشی. خیر ببینی، خیر ببینی. اولا خدا رو شکر بکش که بدنت سالمه. بعدن خداوند بدر گل وقتی که در دنیا هست مکنه وقت روزی تر میرسانه یا کم یا زیاد. منتها تو تلاش کن. نه که تو بوری پودر بزنی خب بودر تلاش کن. این تلاش گفته یک طفل که میای پنج روپا یا در روپا یا چهار روپا کارم نه، او هم به این اعتماد است که ما با امید خدا میرم از زمین جی یک چهار روپا رو گیریم و میایم. اگر ما این کار نکنیم بگیم نه نشد باید ما این بیلدینگ بگیریم خیلی گبا باریم ما نمیرسه یک گبا. خب درس خوندی خودت؟ فعلا نه، اصلا بیسواد بیسواد. مکتب هیچ نخوندی؟ هیچ. سواد دینی هم نداری؟ یعنی آموزش‌های دینی مثل که مسجد میرفتیم نه در گذشته؟ یعنی نماز مماز مثلا واجبات بدنی را که در مسجد هم نخواست پشت بزرگا. یک ملای مسجد بدر گل مثلا بزرگا یاد گرفتیم منتها مسجد یا مثلا رفته باشه مکتب نرفتیم. فقط وضو و نماز و این میگپای دینی یاد داری؟ خیر ببینی، خیر ببینی. شرایط ما نبود. چند طفل داری؟ سه تا مال خدا، از ما نیست اگه از خداوند است. درس میخونن؟
الحمدلله دو دانه تفلک ما بدر نمازین یوم لازان صبح میرسیم تا ملازان شام کار میکنیم میگم خدا هر چی که هست با امید تو و ما رو بدر در مکتب شامل کردیم من تو شخصی میخونم بسیار تشکر است کوشش دارم سر از زمین سلامت باشه سلام ما رو با کل هموطنان ما برسان سلام کسایی که در کجا سلامت برسه در هر نقاط دنیا هست اینا سلام از اینا رو علیک میگیرین یا نمیگیرین من منتظر هستم تشکر خواهش میکنم شما بیننده برنامه صبح و زندگی هستین دوستان عزیز خیلی تشکر که تا این لحظه با ما یک جا بودین حال هم بریم به طرف استودیوی صبح و زندگی همکارای ما آماده هستن تا ادامه برنامه را با شما داشته باشن و میمانه خاصی در رابطه و موضوع برنامه آمدن بیرون از استودیو هستن که صحبت میکنن اما پیش از این که به طرف استودیوی صبح و زندگی بریم میریم و یک میان برنامه کوتاه میگیریم.